بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. ولادة حضرت زينب الكبرى سلام الله عليها و روز پرستار رو تبریک عرض میکنم به یکایی که شما عزیزان، برادران، خواهران عزیز و فعالان محترم و سرفراز عرصه پزشکی و درمان و سلامت. این جلسه فرصت خوبی است برای اینکه راجع به مدافعان سلامت و پرستاران عزیز جملاتی بیان بشه، مطالبی حقایقی گفته بشه و عرض خواهم کرد. لکن قبل از اون مناسب میدونم عرض ارادتی بکنیم به بانوی عظیم الشأن کربلا، حضرت زینب کبری سلام الله علیها. در مورد زینب کبری خب خیلی حرف، بحث، تمجید، از تعظیم و تکریم درباره این بزرگوار شده در بیانات و در کلمات که بسیار هم بجا و درست بوده. لکن یه نکته مهم در زندگی این بزرگوار هست. دو نکته سلامان هر دو را عرض خواهم کرد. نکته مهمتر و اول این نکته ایست که عرض میکنم و اون این است که زینب کبری سلام الله علیها به همه تاریخ و همه جهان توانست نشان بدهد ظرفیت روحی و عقلی عظیم جنس زن را. این خیلی مهمه. به کوری چشم اون کسانی که چه در اون زمان چه در دوره ما به یه نحوی، هر کدام به نحوی، جنس زن رو تحقیر میکردند و میکنند، زینب کبری توانست نشان بده علو مرتبه زن و عظمت قدرت روحی و عقلانی و معنوی زن رو که من رای مختصری توضیح خواهم داد. این که عرض کردیم امروز تحقیر میکنند، این یه واقعیتی است که حالا وارد بحثش نمیشه. بیشتر از همه هم همین غربی ها دارن زن رو تغییر میکنند به شکل خطرناک. این بزرگوار زینب کبری سلام الله علیها دو نکته رو نشان داد. یک نکته این که زن میتواند اقیانوس عظیمی باشد از صبر و تحمل. دوم این که زن میتواند قله بلندی باشد از خردمندی و تدبیر. اینا رو عملا زینب کبری سلام الله علیها نشان داد، نه فقط به اون عده‌ای که در کوفه و شام بودن، به تاریخ نشان داد، به همه بشر نشان داد. در مورد صبر و تحمل، صبری که زینب کبری کرد و تحملی که زینب کبری کرد مصیبت ها رو اصلا قابل توصیف نیست. اولا صبر در برابر شهادت ها. در یک نصف روز تقریبا یا یک روز ناقص 18 نفر از عزیزان و نزدیکان شهید شدند که یکی از این جمع برادر عظیم الشأن او حجت خدا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود. جلو چشمش اینا شهید شدن، دو تا فرزند خودش هم شهید شد. صبر کرد، در کوه متلاشی میشه در مقابل یه چنین مصیبتی. زینب کبری توانست صبر کنه، صبر کرد و توانست با قدرت روحی خود
کارهای بعد رو انجام بدهد. اگر بی صبری میکرد، اگر زجه میکرد، اگر بیتابی نشون میداد، این سخنرانی ها و این حرکت عظیم و اینا رو نمیتوانست انجام بده. پس صبر در برابر شهادت ها، صبر در برابر اهانت ها. بانویی که از اول عمر با عزت زندگی کرده، با چشم عظمت همه به او نگاه کردن، از دوران خردسالی تا بزرگی، این از طرف اراذل و اوباش لشکر اموی اونجور مورد اهانت قرار بگیره، صبر میکنه، نمیشکنه. صبر در برابر مسئولیت سنگین جمع آوری فرزندان یتیم و زنهای داغدار، این کار عظیمی است. توانست این ده ها زن و کودک داغدار و آسیب دیده و مصیبت زده رو جمع جور کنه، نگه داره، در این سفر دشوار اینا رو بتونه اداره کنه. اینا کار زینب. صبر این حقیقتا اقیانوسی از صبر و آرامش رو زینب کبری نشون داد. یعنی جنس زن میتوانه به اینجا برسه، به این نقطه عظیم از قدرت روحی و معنوی برسه. این در مورد صبر. در کنار این چیزهایی که عرض کردیم، پرستاری از حجت خدا، پرستاری از حضرت سجاد سلام الله علیه، اینم صبر میخواست و توانست و به بهترین وجهی انجام داد. اما در مورد خردمندی، رفتار خردمندانه و قدرت عقلانی و تدبیر، این رفتاری که در دوران اسارت کرد حقیقتاً شگفت‌آوره. من عقیدم اینه جزء این رفتار رو بایستی ما روش مطالعه کنیم، تأمل کنیم، بنویسیم، بگیم، اثر هنری تولید کنیم. شوخیه. در برابر حکام مغرور و متکبر مظهر ایستادگی و اقتدار روحی است. در کوفه وقتی که ابن زیاد زبان شماتت رو باز میکنه که ها مثلا دیدید چه شد، دیدید شکست خوردید، در جوابش میگه ما رأیت الا جمیلا، هر چه دیدم زیبایی بود. زد تو دهن اون مرد متکبر خبیث مغرور. این در مقابل، در مقابل یزید وقتی که اون حرفای مهمل و چرند رو یزید بر زبان آورد و اون کارها رو کرد، حضرت در مقابل یزید بیاناتی رو بیان کردن و این جمله رو که واقعا این جمله تاریخی است، کت کیدک وسع سعیک فوالله لا تمحو ذکرنا، به زبان امروز ما اینجوری میشه که هر غلطی میتونی بکن، هر کاری میتونی انجام بده، والله نخواهی توانست یاد ما رو از آفاق ذهن مردم دور کنی. اینو به کی میگه؟ به یزید متکبر مغرور مستبد خونخوار در مجلس. این قدرت روحی یک زن رو نشان میده. این چه قدرتی است؟ این چه عظمتی است؟ نشان دهنده تدبیر و خردمندی است. با محاسبه این حرفا بیان شده. اما در مقابل مردم وقتی قرار میگیره، اونجا جای اظهار اقتدار نیست، جای تنبیه است، جای تبیین است، جای سرزنش مردمی است که نمیدونن چه کار کردند و چه کار باید میکردند
در کوفه در خطبه حضرت زینب سلام الله علیها اتفکون گریه میکنید، بعد که مردم شروع کردن های های گریه کردن حضرت گریه میکنید، اتفکون الا فلا رقعت الابره ولا حدعت الزفره، گریه شما هرگز بند نیاد. این چه گریه یه میکنید شما؟ میدونید چه کردید؟ انما مثلکم کمثل التی نغزت قرلها من بعد قوت انکاتا، شما ها کاری کردید که همه زحمات گذشته خودتون نابود کردید. میدونید چه کردید؟ اینجوری حرف میزن که من ده احتمال قوی میدم یکی از عوامل حرکت توابین که بعد در کوفه سر بلند کردند و قیام کردند و اون حادثه بزرگ را انداختن، یکی از عوامل مهمش همین فرمایش حضرت زینب بود، همین خطبه حضرت زینب. خب بنابراین این وضع نکته اولی که درباره شخصیت حضرت زینب، خلاصش اینه که زینب کبری سلام الله علیها با رفتار خود، با بیانات خود نشون داد ظرفیت معنوی و عقلانی جنس زن را. جوری حرف میزنه مثل اینکه امیرالمؤمنین داره حرف میزنه، جوری میایسته مثل اینکه پیغمبر در مقابل کفار میایسته. این ظرفیت زن. نکته مهم دیگر در زندگی این بزرگوار که اونم باز نشانه تدبیره، این است که این بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت. نگذاشت، فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کنه. کاری کرد که روایت او در افکار عمومی غلبه پیدا کنه. حالا تا امروز که در تاریخ مونده روایت زینب و کبری سلام الله علیها از حادثه عاشورا، در همون زمان هم تأثیر گذاشت در شام، در کوفه، در مجموعه سالهای حکومت اموی و منتهی شد به ساقط شدن حکومت اموی. چون روایت این، ببینید این درسه، این همون حرفیست که بنده همیشه میگم شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون رو. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت، شما اگر انقلاب رو روایت نکنید دشمن روایت میکنه، شما اگر حادثه دفاع مقدس رو روایت نکنید دشمن روایت میکنه، هر جور دلش میخواد توجیه میکنه، دروغ میگه. 180 درجه وای خلاف واقع، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه. شما اگر حادثه تسخیر لانه جاسوسی رو روایت نکنید که متاسفانه نکردیم، دشمن روایت میکنه و کرده، دشمن روایت کرده روایت های دروغ. این کاریست که ما باید انجام بدیم، وظیفه جوان های ماست. این هم یک مطلب. خب حالا وارد مسئله پرستارها بشیم. در مورد پرستاران، اولا اون چی که من عرض خواهم کرد نگاهی به ارزش‌های پرستاری است. این یه مطلبی که چند جمله‌ای در این زمینه عرض می‌کنم. بعد نگاهی به سختی‌ها و تلخی‌های پرستاری است که اینا رو باید بفهمیم، ما ملت ایران باید اینا رو بفهمه. جامعه پرستاری چی تحمل میکنه؟ چه چیزهایی رو داره تحمل میکنه با این کار؟ مطلب دیگر هم مطالبات پرستاران، مطالباتی دارن. خب حالا الحمدلله مسئولین هم در جلسه تشریف دارن، مطالبات پرستاران رو، حالا اجمالی البته نه همش رو من عرض خواهم. اما در مورد ارزش ها یک نقطه اصلی وجود دارد و اون کمک به انسان نیازمند.
یعنی پرستار کسی است که کمک میکند به انسانی که در همه چیز محتاج کمک، آب میخواد، غذا میخواد، آرامش شب برای خوابیدن میخواد، تسکین درد میخواد، دارو میخواد و بقیه حوایج گوناگون. پرستار این حوایج رو مثل فرشته نجات به این انسانی که در نهایت احتیاج و نیازمندی است کمک میکنه. خب کمک به نیازمند در همه فرهنگ ها یک ارزش والاست، اونم نیازمندترین یعنی بیمار. این یک نکته مهم برجسته است که عبارت شد از کمک به نیازمند. در دستورات عرفانی اینم من شما عرض بکنم، اهل سلوک و اهل مسیر توحیدی و اخلاق و اینها که دستوراتی میدن برای حرکت سلوکی، یکی از دستوراتشون کمک به نیازمند کمکه. یعنی شما که پرستار هستید، وقتی مشغول حرفه خودتون هستید، دارید یکی از دستورات مهم سلوک توحیدی رو به عمل میارید و اجرا میکنید. این اهمیت این ارزش بسیار والایی است. این یکی. ارزش بعدی پرستاری این است که کار سختی است. کارهای سخت اجر بیشتری دارد، ارزش بیشتری دارد. اون کاری که با دشواری انجام میگیره، انسان تحمل سختی برای او میکنه، این در میزان الهی دارای ارزش بالاتری است. چون این کار با سختی همراه است، کلا سختی‌هاشو، اجمالی از سختی‌هاشو بعد عرض خواهیم کرد. بنابراین ارزش پرستاری یه ارزش مضاعفی است، بیش از کمک‌های دیگر است، چون کار سختی است. نقطه ارزشی دیگر این که این حرکت پرستاری مایه امنیت است، امنیت خاطر است. امنیت خاطر کی؟ اولا خود بیمار. یه خاطر جمعی داره وقتی پرستار بالا سر بیمار هست، خاطر جمعی داره. ثانیا کسان بیمار که میدانن پرستار در بیمارستان کنار تخت مریضشون هست، خیالشون راحت. اگر این پرستار نباشه دچار اضطراب و نگرانی خواهند شد. ثالثاً همه مردم، الان شما افراد معمولی، همه وجدانها به خاطر رنج و زحمت کسانی که رنج میکشند دچار ناراحتی و نگرانی است دیگه. ماها اگر بدانیم که بالا سر بیماری که درد میکشه، رنج میکشه، گرسنه است، سشنه است، کسی نیست، پرستاری است، خب طبعا وجدانمون ناراحت میشه، دچار نگرانی میشیم. اما چون میدانیم پرستار اونجاست، خیالمون راحت. پرستار مایه امنیته، هم برای بیمار، هم برای کسان بیمار، هم برای بقیه مردم که آزردگی وجدانی من و شما رو پرستارها برطرف میکنه. پس بنابراین با این حساب جامعه پرستار نه فقط حق بر بیمار پیدا میکنه، حق بر من هم پیدا میکنه، حق بر کسانی که با اون بیمار هیچ رابطه ای ندارن هم پیدا میکنه، برای خاطر اینکه به اونها امنیت خاطر میده. یک ارزش مضاعف هم برای پرستاری در ایران اسلامی هست و اون این است که دشمنان مستکبرین عالم از رنج ملت ایران خوششون میاد. باور ندارید؟ از رنج ملت ایران دشمنان خوششون میاد. دلیلش چیست؟ دلیلش بمباران‌های شیمیایی دوران دفاع مقدس. هزاران جوان با بمباران شیمیایی دچار بیماری های صعب العلاج به غیر قابل علاج و
دردناک شدند، گاهی حتی خانواده هاشون، فرزندانشون این بمباران های شیمیایی رو بله صدام کرد، اما کی اون بمب رو بهش داد؟ کی اون ماده شیمیایی رو داد؟ کی با اجازه و با رضایت نگاه کرد؟ احتمال وجود سلاح شیمیایی توی یک کشور موجب میشه که همشون هیاهو کنن، این جلو چشم همه بمباران شیمیایی میکرد. آمریکا، انگلیس، فرانسه، دیگران تماشا میکردن، تحسین هم میکردن، کمکش هم میکردن. خب پس بنابراین از رنج ملت ایران اونا خوششون میاد. همین تحریم، تحریم دارویی، تحریم دارویی، اگر خدا رحم کرد که دانشمندان جوان ما توانستند واکسن کرونا رو تولید کنن، اونا دیدن اگر در بسته بمانه و واکسن وارد نشه، خب خود ایران بیشتر تولید میکنه. اگر چنانچه جوانهای ما، دانشمندان ما این واکسن رو تولید نکرده بودن، معلوم نبود این واکسن چجوری ممکنه به دست ملت ایران و مسئولین برسه. از رنج ملت ایران لذت میبرن. خب در یه چنین فضایی شما که پرستار هستید، اگر بتوانید یک لبخندی بر لب بیمار و کسان بیمار بنشانید، در واقع یک مجاهدت در مقابل استکبار کردید. اینجاست که پرستاری به معنای مقابله و مواجهه با استکبار هم هست. جامعه پرستاری چنین وضعی از این ارزش‌های فراوانی رو، حالا من چند نکته رو فقط اشاره کردم، بیش از اینها میشه هر سطح در این زمینه. این در مورد ارزش‌های پرستاری. سختی‌ها و تلخی‌ها، طبیعت کار پرستاری سختی است، تلخی است. این که انسان مشاهده کنه رنج بیماران رو، درد کشیدن بیماران رو، ناله‌های بیماران رو، بیخوابی‌های بیماران رو، انسان اینو دائما ببینه جلو چشمش، خب این تلخ دیگه، خیلی سخته. این جزء سخت‌ترین چیزهایی است که برای انسان، نیازهای جسمی بیماران پی در پی، این نیازهای جسمی رو انسان مشاهده کنه جلو چشم خودش و به اینها انسان برسه، نه اینکه تماشا کنه و عبور کنه. درد میکشه، علاج درد کشیدنشو بکنه. گرسنه است، تشنه است، علاج کنه. مشکلات گوناگون دیگه داره، اونها رو علاج کنه. این سختی های پرستاری، شبانه روز از بیمار مراقبت کنه، اینا صد. بنابراین طبیعت کار پرستاری طبیعت سختی است. در مواقعی این سختی چند برابر میشه، مثل دوره کرونا. در دوره کرونا و همچنین در دوره دفاع مقدس، در دوره دفاع مقدس هم همینجور. شما اغلبتون جوان هستید، یادتون نیست، اون کسانی که اون وقت بودند و تو میدان بودند میدونن در دوره دفاع مقدس بیمارستان‌هایی ما داشتیم که با خط مقدم فاصله زیادی نداشت. بنده خودم از نزدیک این بیمارستان‌ها رو دیده بودم. تو این بیمارستان‌ها پزشکم بود، پرستار هم. پرستارها زیر بمباران. تو یکی از این آسایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها بنده خودم بودم که بمباران شد. خودم اونجا حضور داشتم، بنده دیدم بمباران شدید انجام گرفت. امدادگرها که تا اون دل آتش و خون جلو می رفتند. یعنی در دوره دفاع مقدس هم اینها بود که چند برابر بود. دوره کرونا هم همینجور. در دوره کرونا هم انصافاً کار به طور مضاعف سخت شد. ساعتهای کار افزایش پیدا کرد. مرخصی ها کاهش پیدا کرد. در تعطیلات نوروزی پرستار به خانواده خودش، به فرزند خودش، به همسر خودش
پدر مادر خودش نتوانست برسه. اینا خیلی معنا داره، اینا خیلی مهم. در اوقاتی که همه استراحت میکنن، همه مشغول زندگی و التزاز از زندگی هستن، این پرستار در بیمارستان مواجهه با تلخی، مواجهه با بیماری، به خانه سر نمیزنه. اینا سختی هاست. بعد هم مشاهده مرگ و میرها در دوره کرونا، خب چقدر مگه انسان طاقت داره که مردن اشخاص رو مشاهده کنه؟ چقدر این پرستارها تو بیمارستان ها شاهد جان دادن انسان هایی بودن، پیر، جوان، زن، مرد. سخت اینها، خیلی سخت. در کنار اینها همکاران خودشون، فوت همکاران خودشون از دنیا رفت. چقدر همکاران خودشون تا دیروز، پریروز همکارشون پهلوی اونها بود، حالا دچار کرونا شد و از دنیا رفت. اینا خیلی سخت. این سختی ها رو به نظر من بایستی ببینند ملت ایران، بفهمند، ارزش گذاری کنند جامعه پرستاری رو. اون وقت در کنار همه این خطرات، خطر ابتلای خود پرستار به بیماری مهلک هم هست. دائم در انتظار این خطر دیگه. چقدر پرستارها مبتلا شدن. هر پرستاری احتمال میده که امروز داره با سلامت کار میکنه، فردا بیماری گریبان او رو هم بگیره. خطر بسیار مهمی است. ما در گذشته شنیده بودیم افرادی رو که در ابتلاعات عمومی مثل وبا و طاعون و اینها که سابق می آمد، اینها افرادی بودن می رفتن سراغ بیمارها، کمک می کردن، مثلا مراقبت می کردن، تیمار می کردن، خودشون مبتلا می شدن، از دنیا می رفتن. مواردی پیش می آمد به صورت معدود. اینا رو به صورت انبوه در زمان خودمون مشاهده کردیم از نزدیک. اینها. یک نکته ای در اینجا وجود داره که من این رو عرض بکنم. ما در کنار پرستارها عناصر غیر پرستار هم داشتیم که با اینا همکاری میکردن. طلبه، دانشجو، جوانهای گوناگون میرفتن بیمارستانها، یه چیزی مختصری یاد میگرفتن یا هر کاری از دستشون برمیامد انجام میدادن. دوران دفاع مقدس هم همینجور بود. افرادی که حرفه‌ای نبودن برای کمک به پرستارها وارد میدان میشدن، احساس وظیفه میکردن، به بیمارستان میامدن، هر چی میتوانستن، هر جور که میتوانستن به مجموعه های درمانی از جمله به پرستاری کمک میکردن. به نظر من این حامل یک حقیقت مهم و درخشانی در کشور عزیز ماست، برای ملت عزیز ماست. این نشوندهنده هویت پرنشاط و پرتحرک و با وجدان ملت ایرانه. این نشوندهنده این است که این حرکت در ملت ایران عمومی است، که البته در بلایای عمومی دیگر هم دیده شده. حالا من بخش پرستاریش رو. این یک رشته پیوسته است. از قبل از انقلاب، از مبارزات دوران ستمشاهی شما بگیرید تا حوادث انقلاب، تا حوادث دفاع مقدس، تا حوادث بعد او، تا کرونا، در همه اینها این هویت دارای متعهد و دارای احساس مسئولیت در ملت ایران خودشو نشاند. همطور که در دوران مبارزات ستمشاهی بود، در دوران دفاع مقدس بود، در دوران بعد بود، در دوران کرونا،
این نشان دهنده در حرکت علمی عظیم کشور، این یک جریان مهمی است که نشان دهنده ملت ماست. این هویت ملت ما رو نشان میده. این حرکت، حرکت هویت ساز است برای ملت. این همون چیزیه که قهرمانانی مثل شهید سلیمانی، مثل شهید فخریزاده، مثل شهید شهریاری از درون این هویت میان بیرون. اینها یک حقیقته، به شکل مختلف به جلوه های گوناگون خودشو نشان میده. هویت ملت ایران، این حقایق هویت ساز و نشانه های هویت، هم نشانه هویت، هم خودش تقویت کننده هویت و سازنده هویت ملت ایرانه. خب این بنابراین این هم مربوط به سختی ها. من اینجا یک خطابی به هنرمندانمون بکنم. ما یک کمبودی در زمینه روایت هنری این حوادث داریم. همین حوادث بیمارستانی، همینی که حالا من گفتم، این سختی های پرستارها و دشواری هایی که اینا باش مواجه هستن، اینها مایه های هنری داره. اینا به تعبیر فرنگی رایج در زبان هنری ها، مایه های دراماتیک داره. اینها میشه از اینها برنامه های هنری جذاب به وجود آورد. بیان تو میدان انواع هنرها، چه هنرهای نمایشی، چه هنرهای تجسمی، چه شعر، چه ادبیات، اینها رو بیارن. اینها سرمایه عظیم فرهنگی است. اینها سرمایه فرهنگی است. اینها رو ازش باید استفاده کنن همه. و اون کسی که میتوانه این سرمایه ها رو نقد کنه، هنرمندان ما هستن. الحمدلله هنرمند متعهد و مسئول هم کم نداریم. بیان وارد میدان بشه. خب این هم مربوط به سختی ها و تلخی ها که چند جمله ای گفتیم، از این بیشتر البته میشه بیشتر حرف زد. اما مطالبات، مطالبه عمده جامعه پرستاری تقویت جامعه پرستاری است. اگه بخوایم در یک کلمه خلاصه کنیم، جامعه پرستاری توقع داره از همه ما، به خصوص از دستگاه های مسئول، خب وزیر محترم هم اینجا حضور داره، که جامعه پرستاری رو تقویت کنه. حالا ما اگر چنانچه جامعه پرستاری رو تقویت نکنیم، در بزنگاه ها ضربه خواهیم خورد. قضیه کرونا اینو نشان داد. اونجایی که نیازمندیم اونجا ضربه خواهیم خورد. باید جامعه پرستاری رو با تقویت کرد و روز مبادا ممکنه همیشه احساس نیاز انسان به اون صورت نکنه، که البته میکنیم، چون همین حالا مشکل داریم ما در مورد تعداد که حالا خواهم گفت و خیلی چیزایی دیگه. اما اگر چنانچه به فرض حالا هم مشکل نداشته باشیم، اگر تقویت نکردیم، در بزنگاه‌هایی مثل همین قضیه کرونا شکست خواهیم خورد، ضربه خواهیم خورد. به طور مشخص یکی از مطالبات اینا تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، که البته این مطالبه اصلی است. بنده قبلا هم سال گذشته هم همین رو گفتم، روش تأکیدم کردم. خب متاسفانه اون کسانی که باید بکنن نکردن. قانون تعرفه گذاری از سال 86 تهیه شده، تا روزهای آخر دولت قبل آیین نامه این از سال 86 نوشته نشده بود. یعنی تقریبا 14 سال این قانون بود بدون اینکه آیین نامه هاش تنظیم بشه، تهیه بشه. خب چرا؟ من
اصرار دارم وزارت بهداشت همین مسئله تعرفه رو در این دولت دنبال کنه به طور جدی. اینه که درخواست مهم پرستاران یک مطالبه واقعی است. یک مطالبه بعدی موضوع کمبود پرستار. ما به اون مقداری که نیاز است، حالا در آمارهایی که به ما نشان میدن و میفرستن چیز میکنن مقایسه با متوسط جهانی است. من به اون کار ندارم. ممکنه متوسط جهانی درست باشه، ممکنه غلط باشه. نیاز رو کار دارم من. اونی که امروز نیاز تخت‌های بیمارستانی ماست به اون تعداد ما فرستار نداریم. حالا بعضی میگن 100,000، بعضی میگن کمتر، بعضی میگن. من عدد معین نمی‌کنم چون خبر ندارم به طور دقیق، اما میدانم که ما کمبود پرستار داریم. بایستی سرانه پرستار نسبت به اونچه که نیاز هست باید تکمیل بشه. خیلی پایینه. باید یه مدت مناسب، البته این جمله کارهایی که در ظرف یک ماه دو ماه انجام بگیره نیست، یه مقدار زمان بر هست، اما همون در زمان مناسب باید این کار انشالله انجام بگیره. این هم یه مطلب. یک مطالبه دیگه مسئله امنیت شغلی است. گاهی اوقات در سالهای گذشته اتفاق افتاده، در همین قضیه کرونا هم اتفاق افتاد، فراخوان دادند برای کسانی که آمادگی دارن که بیان مشغول کار بشن. آمدن قراردادهای کوتاه مدت با اینا بستن، بعد که نیازشون برطرف شد گفتن بفرمایید بیرون. این امنیت شغلی نداره. این چه جور با چه دلگرمی این آدم بیاد کار بکنه، پرستاری کنه؟ بنابراین امنیت شغلی هم یکی از مسائل گوناگونه. با پرستار نگاه کارگر فصلی نداشته باش. امروز بیاریم فردا بگیم لازم نیست برید. نه، امنیت شغلی اینا البته سازوکارهایی داره دیگه، اینا رو اهل چیز میدونن. البته مطالبات دیگری هم هست که دیگه حالا وقت گذشت من ادامه نمیدم. دوستان به خصوص در وزارت بهداشت و درمان اینها رو دنبال کنن. دو نکته خارج از مسئله پرستارها مربوط به قضایای سلامت میخوام عرض بکنم که این دو نکته هم مهمه. یک نکته درباره شبکه بهداشت کشور که بنده باز قبلا روی این شبکه بهداشت تکیه کردم. ما در یک برهه‌ای در سالهای دهه 60 و تقریبا اوائل 70 و اینها تکیه و تمرکز دولت و دستگاه‌ها بر روی بهداشت بود، بر روی پیشگیری بود. آثار خوبی هم داشت، آثار بسیار خوبی هم داشت. ما باید اینو دنبال بکنیم، این مهمه. پیشگیری بهتر از درمان است. درمان لازمه، نه اینکه به درمان بی‌اعتنایی کنیم، اما به پیشگیری بی‌اعتنایی نکنیم. لازمش این است که این شبکه بهداشت که قبلا به وجود آمده بود و برکاتی داشت، کارهای زیادی داشت، اینو بازسازی کنین. هست، ضعیفه، مورد توجه نیست، تقویت بشه، بازسازی بشه. میتوانه اگر واقعا فعال بشه شبکه بهداشت با هزینه کمتری میتوانه کارهای بزرگی رو صورت بده. موضوع بعد دوم موضوع توزیع عادلانه پزشک. توزیع عادلانه. حالا آیا پزشک کم داریم کم نداریم؟ برای بنده وارد این مقولات نمیشم، اینو خود اهلش میدونن که کم داریم یا نه. اما اونچه که بنده میدانم این است که توزیع پزشک عادلانه نیست. در یک نقاطی از کشور، در نقاط دوردست، کمبودهایی وجود داره. به توزیع عادلانه پزشک بایستی توجه. این عرایض ما و
از خدای متعال کمک بخواهید، به خدای متعال توکل کنید. در همه امور کشور، در همه امور زندگی باید از خدا مطالبه کرد، درخواست کرد، تضرع کرد و به خدا توکل کرد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کی به خدا توکل کنه خدا کفایت میکنه او رو. اینو بدانیم. توکل به خدا معناش این نیست که کار نکنیم، رو واضحه. یعنی با اعتماد به وعده الهی که فرموده اگر کار کنید برکت میدم، کار کنیم. این اعتماد کنیم به وعده الهی. امیدواریم انشاءالله امروزتون و که فرداتون بهتر از امروزتون باشه و آیندهتون بهتر از گذشتهتون باشه و انشاءالله ملت ایران بهره‌مند بشن از زحمات و خدمات شما و خدای متعال به همه شماها اجر بده و به این پرستاران اجر بده و ملت ایران رو در عرصه مواجهه با دشمنان، همه عرصه های مواجهه انشاءالله پیروز و سربلند کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.